در ادامه جلسه تاریخی شورای ملی مقاومت ایران، بحث و گفتگو و ابراز نظرهای مختلف درباره تک تک عبارات و کلمات طرح مصوبه آغاز شد و نهایتاً پس از بحث و بررسی درباره همه نکات، متن نهایی مصوبه قرائت کردیم. ماده هفت اصلاحی، مقام ریاست جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران در عهده خانم مریم رجوی خواهد بود. رأی می‌گیریم به مصوبه حاضر سر در روی تابلو که کفایت مذاکرات در موردش به رأی گذاشته و تصویب شد. خواهش می‌کنم موافقین مصوبه دست بلند کنند. مخالف، نتیجه رأی گیری به اتفاق آراء اعضای حاضر در اجلاسیه تصویب شد. مبارک است. من فکر میکنم که هیچ جای صحبت نداره، فقط اجازه بدین که در برابر همه اعضای محترم شورای ملی مقاومت و به ویژه در برابر مسئول شورای ملی مقاومت و با اجازه اعضای شورا اجازه بدین که ذکر کنم که در برابر مسعود به عنوان راهبر عقیدتی قسم میخورم تا اونجایی که در توان دارم و به ظرفیتم برمیگرده اون چرا که بر عهده‌ام گذاشتین کوتاهی نکنم. برام خیلی مشخصه که توان و ظرفیت من محدوده. اگر به اعتبار تک تک شما و باز به طور خاص به اعتبار خود مسئول شورا یعنی مسعود نبود، من عاجز از پذیرفتن چنین دستور و ابلاغیه‌ای بودم. اجازه بدین یه جمله احساسمو بگم. فکر میکنم که اون چرا که مسعود برای مجاهدین و برای شورای ملی مقاومت تا به الان کرده هیچ کس متوجه نیست، حتی خودم تو صحبت‌های قبلیم گفتم. نمیدونم آیا یک روز مردم ایران یعنی خلق قهرمانمون به اون اشراف و آگاهی پیدا خواهد کرد یا نه، ولی امیدوارم که حتما چنین روزی برسه، چون فکر میکنم که اون گنجینه اساسی، گنجینه تاریخی دقیقاً ادامه راه مصدق فقید و کبیره برای ما ایرانی‌ها در مسعود سمبولیزه و زنده و حاضره. این اون چیزیه که وظیفه ما هست برای مردمون به ارمغان ببریم، چون فکر میکنم هیچی بیش از این نه اونها رو شاد میکنه، نه به غمهاشون پایان میده و نه دردهاشون رو درمان میبخشه. من هم اگر ذره‌ای توان، جسارت و جرأت
از اونجی که شما به عهده‌ام گذاشتین داشته باشم اینه که همین رو ببرم برای مردممون، کما اینکه قبل از شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق ایران این مسئولیت رو دوشم گذاشتن. اونجا هم یک بار دیگه این سوگند رو یاد کردم و این پیمان رو بستم که پیام‌آور ولو هر قدر کوچک و ساده‌ای برای مردم ایران از طرف مسعود باشم. از همه شما یک بار دیگه قدردانی و تشکر میکنم.